شما به پادکست ساعت صفر گوش میکنید. قسمت اول. از وقتی یادم شنبه ها واسه من همیشه روز خاص هفته بوده. البته خاص نه به معنی خوب، مخصوصا زمان بچگی ها که لذت فیلم دیدن و مهمونی رفتن و تا آخر شب بیدار موندن پنجشنبه شب ها با غروب رقتبار روز جمعه و ترس از مشقای ننوشته پاک می شد. بزرگتر که شدم همون حس ناخوشایند با من بود و هر هفته رو با احساس منفی نسبت به شنبه ها شروع می کردم. اون روزم شنبه بود و داشتم فکر میکردم چه بهونه‌ای میتونم پیدا کنم و از مدیرم مرخصی ساعتی بگیرم و زودتر از محل کار خلاص بشم. دلم میخواست دم غروبی برم سمت بلوار کشاورز، یکم پیاده روی کنم و برم سمت کافه‌ای که همیشه میرفتم. من پیاده روی رو خیلی دوست دارم، مخصوصا وقتی که پیاده روها پر از آدمای غریبه باشه. هیچ وقت نفهمیدم چرا، ولی از جنب و جوش شهر و شتاب زندگی تو مرکز شهر خوشم میاد. به هر حال برنامه خوبی بود برای شروع هفته. حوالی ساعت 4 رسیدم کافه پیکاسو. کافه نه شلوغ بود نه خلوت. میز کنار بار که همیشه انتخاب اولم بود خالی نبود و یه مرد 50-60 ساله با موهای دست سفید نشسته بود و روزنامه میخوند. برای اینکه سلام علیکی با آقای حمیدی صاحب کافه بکنم، به ناچار از کنار همون میز رد شدم. بوی عطر تلخ و تندش هنوز تو خاطرم هست. با یه دستمال گردن قرمز و کت قهوه‌ای با رودوزی سر آستیناش. میون سلام علیک همیشگی با صاحب کافه و رد و بدل شدن چند تا جمله کوتاه درباره سیاست و تورم، زیر چشمی توی کافه رو دید زدم و یه میز کنار پنجره انتخاب کردم. با سفارش دادن قهوه، مناسک تکراری سلام علیک به پایان رسید و رفتم پشت میز کنار پنجره رو به خیابون نشستم. میز کنار دو سه تا دختر جوون نشسته بودن و از سر و وضعشون میشد فهمید که دانشجوان. با خودم فکر کردم شاید این دخترها هم مثل من به این نتیجه رسیدن که شنبه ها روز خوبی واسه درس و دانشگاه و کار نیست. بعدش تصمیم گرفتن بقیه کلاس ها رو بپیچونن و از دانشگاه بزنن بیرون. دخترها پچ کنان سرگرم بودن و گهگاهی با صدای بلند خندهشون توجه همه رو جلب میکردن. یه دفعه یاد هانیه افتادم، دختری که چند ماه پیش همینجا توی کافه سر صحبتو باش باز کردم و چند ماهی میشه که الان با هم دوستی. بعد چند دقیقه به هانیه زنگ زدم و باهاش برای پس فردا یعنی دوشنبه از توی کافه قرار گذاشتم. سیگاری آتیش زدم و نگاهم گم شد تو پیاده رو. غرق تو افکارم بودم که آقای حمیدی صاحب کافه صدام کرد و گفت یه لحظه بیا. حمیدی مرد مسن رو به معرفی کرد و گفت ایشون آقا اردوان هستن، از دوستای من، امشب داره میره مسافرت، یه زحمت برات داره. بهش گفتم خواهش میکنم بفرمایید. چه کمکی برمیاد؟ مرد غریبه ادامه داد من برای یه کاری دارم 2 هفته میرم خارج از کشور. واقعا شرمندم به خاطر اینکه خانواده‌ام اینجا نیستن، کسی هم نیست که باش آشنا باشم و بهش اعتماد داشته باشم جز همین آقای حمیدی، وگرنه زحمت گردن شما نمیافتاد. گفتم خواهش میکنم، مسئله چی هست حالا؟ حرفشو اینطور ادامه داد که من به حمیدی گفتم این 2 هفته روزی یه بار سر بزنه خونه و به بهیموت قضا بده. حمیدی با خنده پرید وسط حرفش. آقا والا من از گربه ها مثل سگ میترسم، اصلا تو خونه که حیوان باشه پامو نمیذارم. رو کرد به من و گفت تو هم که خودت حیوان خونگی داشتی، گربه داشتی، خونه اردوانم اتفاقا بهت نزدیکه. حالا هر دوشون منتظر بودن که من جواب بدم. نمیدونستم باید چی بگم. دوباره اردوان حرف زدن و ادامه داد و گفت حقیقتش اینه که دلم نمیاد حیوانم رو بذارم پانسیون یا بسپرمش دست کسی. البته اینم بگم من برای این زحمت از خجالت شما در میام. و بعد دستشو کرد توی جیبش انگار که میخواست پولی چیزی در بیاره. یه اخ میکردم و گفتم نه خیر آقا لازم نیست. حقیقتش این که توی موقعیت بدی گیر کرده بودم. یکم منمن کردم، آخه به نظرم عجیب میومد. حتی اولش فکر کردم نکنه کاسه زیر نیم کاسه باشه، چون من به غریبه ها معمولا حس خوبی ندارم. حمیدی که دید من یکم ناراحت شدم خواست فضا رو تلطیف کنه و حرفش رو اینجوری ادامه داد. گفت من و اردوان سال هاست دوستیم، دوستای نزدیک. این کافرم با هم گرفتیم، مثلا
من اگه از گربه نمیترسیدم خودم کمکش میکردم، ولی منو میشناسی که. بعد دوباره شروع کرد به تکرار همون حرفای قبلی. دیگه داشتم کلافه میشدم. برای اینکه زودتر ماجرا جمع شه گفتم باشه باشه، مشکلی نیست. با ابروهای نسبتاً گره کرده کلید خونه‌شو گرفتم. موقع خلاص شدن از اون مخمسه، یادم آخرین جمله‌ای که اردوان گفت این بود که امشب قضا داره، فقط لطف کن فردا براش قضا هم بخر. البته من تو خونه پول گذاشتم. با این جمله آخر دیگه حسابی منو شاکی کرد، انگار من نوکر پدرش بودم. فردای اون روز موقع برگشت از محل کار رفتم پتشاپ و غذای گربه خریدم. بعد راه افتادم سمت خونش، یه کوچه بن‌بست حوالی خیابون ایتالیا. تو راه که داشتم میومدم به همه سناریوهای ممکن با نهایت بدبینی فکر کردم. خنده‌دارش اینجا بود که حتی فکر میکردم نکنه قتلی، جنایتی، کار خلافی، چیزی اتفاق افتاده و قراره با این داستان بیفته گردن من. بدبینیم تا اونجایی ادامه پیدا کرد که به این نتیجه رسیدم اصلا بهتره برگردم کافه و کلیدو بدم به حمیدی، عذر و بهونه‌ای بیارم و بیخیال من شه. حتی این کارم کردم، رفتم دم کافه، سرک کشیدم، دیدم از شانس بد من حمیدی نبود. چند دقیقه منتظر شدم، از کارمنداش آمارشو گرفتم ولی اونا هم خبر نداشتن ازش. مستعجل شده بودم، نه دلم بود که برم خونه و به گربه غذا بدم، نه حوصله داشتم منتظر حمیدی وایسم. هوا هم کم کم داشت تاریک میشد. تازه یادم افتاد که امشبم فوتباله، اصلا دلم نمیخواست دستش بدم. یه نگاه به کیسه غذا انداختم و فکر کردم امشبو میرم بهش غذا میدم، ولی فردا میام کلیدو پس میدم. برای اینکه حرفم هم باور کنه قضیه ماموریت رو سرهم میکنم، میگم خبر نداشتم، از پس فردا باید برم ماموریت. راه افتادم و آدرسش رو پیدا کردم، یه کوچه بن‌بست پر از خونه های قدیمی. من عاشق خونه های قدیمیم، مخصوصا خونه هایی که واسه 70-80 سال پیش باشه، با اون سقفای شیبدار فلزی که منو یاد تهران قدیم میندازه. وسط های کوچه پلاک 58 رو پیدا کردم، یه در فلزی بزرگ. ساعتم رو نگاه کردم که ببینم چقدر تا فوتبال مونده، 6:58. تقریبا یه نیم ساعتی وقت داشتم. با عجله کلید انداختم و در رو باز کردم. رفتم توی حیات 30-40 متری بزرگ پر از دار و درخت. خود خونه هم یه ساختمون قدیمی دو طبقه بود که با چند تا پله از حیات جدا می شد. اصلا انتظارشو نداشتم که اون آدم شیک تو همچین خونه زندگی کنه. پشت در داشتم دنبال کلید میگشتم که از توی خونه صدای بلندی شنیدم. اشتباه نمی کردم، دوباره همون صدای دینگ دینگ از توی خونه اومد. در رو باز کردم و وارد یه راهرو شدم که به سالن بزرگی میرفت. چراغ خونه رو روشن کردم، صحنه ای رو دیدم که مات و مبهوت شدم. روی دیوار روبروم 20-30 تا ساعت دیواری کوچیک و بزرگ بود، انگار همشون خیلی قدیمی بودن یا حتی عتیقه. آخه آدم عاقل برای چی باید 20 تا ساعت دیواری داشته باشه؟ اونم همه رو بزنه روی دیوار کنار هم؟ برای چند لحظه خوشگم زد. دوروبرم رو نگاه کردم ببینم اونجا چه خبره. یه کاناپه قدیمی روبروی یه تلویزیون قدیمی تر روی میز چوبی کهنه. کنار کاناپه یه رادیوی قهوه‌ای تک موج. از اونا جالبتر روی دیوار کناری یه تلفن عتیقه بود، از اینا که گوشی و دهنیش از هم جداست. تمام خونه هم کاغذ دیواری قهوه‌ای روشن داشت که از فرط کهنگی تیره شده بود. نفهمیدم بوی چوب سوخته بود که می اومد یا بوی عود. گوشه سالونم یه میز تحریر با یه صندلی لهستانی که روش پر شده بود از روزنامه و کاغذ و قلم و خودکار. بالای همون میز روی دیوار چشمم افتاد به چند تا قاب عکس کوچیک. فکر کنم یه 10-15 تایی میشد. کلاً خونه عجیبی بود، هیچ وسیله امروزی تو اون خونه نبود. مجسمه ها، صندلیا، میز ناهارخوری، حتی فرشای خونه هم خیلی قدیمی بود. همینطور محو دید زدن خونه و لوازمش بودم که با خودم گفتم این آدم حتما یه عتیقه باز حرفه‌ایه. واسه همینم بود که گفت اطمینان نمیکنه کلید خونه رو بده به کسی. بعد بلافاصله به خودم گفتم خب رو چه حسابی به من اعتماد کرده؟
یه چند دقیقه گیج خونه بودم. وسط همین فکر و خیال بودم که یهو یادم افتاد من اصلا واسه کار دیگه ای اومدم اینجا. دوروبرم رو دقیق تر نگاه کردم، اثری از گربه ندیدم. با خودم گفتم شاید همین گوشه کناراست دیگه، یا شاید مثلا رفته طبقه بالا. کل خونه رو دنبالش گشتم. هرچی بیشتر تو خونه میچرخیدم چیزای عجیبتری میدیدم. مثلا اینکه تمام پنجره‌های خونه رو از داخل کور کرده بودن، واسه همین نور بیرون توی خونه نمیومد، یا اینکه هیچ کدوم از ساعتهای روی دیوار کار نمیکرد جز یکیش که اونم رو ساعت 12 بود. احتمالا صدای دینگ دینگ هم مال همون ساعته بوده. آشپزخونه رو هم گشتم، حتی زیر کابینتا، بالای یخچال، خبری نبود. رفتم طبقه بالا. بالا عجیب تر از پایین بود. یه سالن بزرگ بدون اتاق که توش فقط یه تخت خواب دو نفره بود و یه سری خرت و پرت هم چپونده بودن زیر تخت. کف سالن هم یه موکت قهوه‌ای تیره. زیر تخت رو نگاه کردم، لای اون خرت و پرتا گربه‌ای نبود. اومدم پایین و رفتم تو حیاط. اونجا هم خبری نبود. با خودم گفتم لابد از من ترسیده دیگه، براش آب و غذا میذارم، هر جایی باشه پیداش میشه برمیگرده دیگه. ناخودآگاه رفتم تو آشپزخونه، ولی نکته عجیب این بود که خبری از ظرف آب و غذا هم نبود. شکم یکم بیشتر شد، آخه نه گربه تو خونه بود نه ظرف آب و غذا. دیگه نمیدونستم باید چی کار کنم. چند بار اسمشو صدا کردم، بهیموت، بهیموت، نه خبری نشد. به حمیدی زنگ زدم، خواستم بهش توضیح بدم آقا قصه اینه، ما علاف شدیم، ولی موبایلش نمیگرفت. اسمس فرستادم، دیدم فایده ای نداره، انگار تو خونه اصلا آنتن نیست. دیگه کلافه شده بودم، انگار همه چی دست به دست هم داده بود که وقتم اینجا تلف شه و به فوتبال نرسم. ساعتم رو نگاه کردم، دیدم 7. با خودم فکر کردم یه ظرف برای آب و غذاش بر میدارم و میذارم گوشه آشپزخونه. فردا هم میرم کافه و برای حمیدی اون قصه این مأموریت رو سراهم میکنم که یهو متوجه چیزی شدم. دوباره ساعتم رو نگاه کردم، 6:58. آخه مگه میشه؟ مطمئن بودم که بیشتر از نیم ساعت اینجام. خودم گفتم خب شاید ساعتم خواب مونده. موبایلم رو نگاه کردم، اونم 6:58. نه اشتباه نمی کنم، ساعتم خواب نمونده، شاید موقع ورود اشتباه کردم. از یه طرفم شک نداشتم، تازه یادمه به خودم گفتم نیم ساعت وقت داری. هرچی فکر کردم سر در نیاوردم. یه بار دیگه سعی کردم زنگ بزنم به حمیدی، بیفایده بود، آنتن نداشتم. رفتم سراغ اون تلفن کهنه، اونم وصل نبود. خلاصه همون کارو کردم، توی 2 ظرف آب و غذا رو جدا ریختم، چراغا رو خاموش کردم و از خونه اومدم بیرون. واسه آخرین بار تو حیاطم نگاه کردم، روی دیوارا، بالای درختا، خبری نبود. موقعی که داشتم در حیاطو قفل می‌کردم دوباره اون صدای دینگ دینگ رو شنیدم. همین باعث شد یکم مکس کنم، ولی همون موقع احساس کردم کسی پشت سرمه. آدم گاهی سنگینی نگاه آدم ها رو حس میکنه. موقعی که برگشتم چیزی دیدم که ناخودآگاه از ترس نیم متر پریدم عقب. یه گربه خونگی سیاه با 2 چشم تیلهی زرد که تو تاریکی کوچه برق میزد. پایان قسمت اول. ممنون که به ساعت صفر گوش کردید. قسمت اول ساعت صفر در انتهای مهر ماه 1398 منتشر شد.